Welcome to Hard Talk. I'm Stephen Sacker. The debate between به هارد تاک خوش اومدید. من استیون ساکر هستم. تا بوده بحث فطرت یا تربیت مطرح بوده. برای کشف رمز تکامل انسان آیا باید به سراغ علم ژنتیک رفت یا پرورش؟ مهمان امروز من جوزف هنریچ، استاد دانشگاه هاروارد و شیفتگی او به تکامل انسان و انسانشناسی او رو به نتایجی بنیادین رسونده. به اعتقاد او دلمشغولی جوامع غربی به فرد و نه به جمع عجیب و غریبه و نیروی فرهنگی غرب تصور ما را از اون چه عادی است مخدوش کرده. ما انسان ها واقعا چقدر و چه مشترک داریم؟ Our view of what is normal. So how much do we humans really have in common? جوزف هنریچ در دانشگاه هاروارد به هارد تاک خوش اومدید. درود، خوشحالم که با شما صحبت میکنم. You are now in the middle of a heated debate. شما حالا درگیر دار بحثی داغ در خصوص تکامل انسان هستید. در ذهن من موضوع تکامل با مقوله هایی چون علم ژنتیک و نظریه بقای اسلحه داروین گره خورده. اما گویا شما اونقدر که به موضوع تربیت و شرایط فرهنگی توجه دارید، چندان در قید زیست شناسی نیستید. درست میگم؟ بله، یکی از ویژگی های منحصر به فرد نوع بشر اینی که ما بیش از هر گونه جانوری دیگه متکی به میزان گسترده‌ای از اطلاعی هستیم که از اطرافمون جمع آوری میکنیم. و در واقع مغز ما جوری تکامل پیدا کرده که بتونه اطلاعات رو بگیره و یاد بگیره که چطور اونا رو پردازش کنه. به همین دلیلی که انگیزه ها، علایق، احساسات، رهیافت ها، همه این چیزها رو فرا میگیریم تا خودمون رو با فناوری های فرهنگی، زبونا، نهادها سازگار کنیم تا بتونیم با دنیا روبرو بشیم. بنابراین ما تا حد زیادی گونه فرهنگی محسوب. بسیار خوب. شما کتابی نوشتین که سر و صدای زیادی به راه انداخته. در عنوان کتاب شما یک نوع بازی با کلمات وجود داره. Weird یا WEIRD. شما از این حروف استفاده کردید که هر یک از اونها معرف مفهومیه. W برای وربی، E برای آموزش، I برای صنعتی، R برای ثروتمند و D برای جوامع دموکراتیک. حرف شما اینه که ما در غرب به شیوه های تکامل پیدا کردیم که با فرآیند تکامل انسان ها در تقریبا همه نقاط دیگه دنیا فرق داره. میشه اینو توضیح بدیم؟ ببینید، عنوان Weird با این هدف ساخته شد که ابزاری باشه برای افزایش خودآگاهی کسانی که به مطالعه روانشناسی انسانی میپردازن و برای اقتصاددانهای رفتاری، چون وقتی من و بعضی همکارانم همه اطلاعاتی رو که از رفتار تجربی یا علوم اجتماعی در دسترس بود کنار هم گذاشتیم، فهمیدیم که بیش از 90% و غالبا بیش از 96% اون اطلاعات از آمریکایی‌ها، بریتانیایی‌ها یا فرانسوی‌ها، استرالیایی‌ها و کانادایی‌ها به دست اومده و این تصویری بسیار یکسوگرایانه رو به ما نشون میده. وقتی ما داده‌های جوامع دیگر رو بررسی کردیم، دیدیم که غربی‌ها نه فقط تنها بخشی از بشریت هستند که بیش از دیگران مورد پژوهش قرار گرفته، بلکه بخشی به ویژه نامعمول از جمعیت انسانی هستند. در این دلیل کار من در 10 سال گذشته این بوده که بفهمم چرا چنین شده و همین که غربی ها که رشته های روانشناسی و اقتصاد در جوامعشون شکوفا شد، چطور به لحاظ روانشناختی تا این اندازه نامعمول هستند. بله، بذارید خیلی رک و پوسکنده درباره همین موضوع صحبت کنیم. به عقیده شما چرا غربی ها غیر عادی یا ویرد هستند؟ خب به نظرم شاید بهتر باشه اول راجع به انواع جنبه های روانشناختی که غیر عادی هستند صحبت کنیم. یکی از این جنبه های فردگراییه. فردگراها مایلند که بر خودشون متمرکز باشند. سعی دارند که منحصر به فرد جلوه کنند و این با خصلت های مردم جوامع دیگه فرق داره. مردمی که بر پیوندها و روابطشون متمرکز هستند. اونا هویت خودشون رو در پیوند با خانواده، طایفه و قبیله‌شون و شبکه‌ای از روابطی که در اون به دنیا میان تعریف می‌کنند. این تفاوت باعث میشه که جامعه های فردگراتر بیش از دیگران اعتماد به نفس مفرد داشته باشند و در واقع خودشون رو متفاوت از دیگران ببینند. به جای اینکه خیشتن خود رو در پیوند با دیگران و وابسته به دیگران بدونند،
خودشون رو واحد مرکزی تلقی میکنند. این باعث میشه که مردم کمتر همگانگرا یا کنفرمیست باشند. به همین دلیل همگانگرایی در غربی‌ها کمتر از جوامع دیگه است. در توضیح رفتار آدم‌ها ما بیشتر میل داریم که به نیات و سرشت اونا توجه کنیم. ما متفکرانی تحلیلگر هستیم و وقتی مشکلی رو میبینیم ویژگی‌هایی رو به افراد یا اتم‌ها نسبت میدیم و میکوشیم که در توجیه مسئله از این ویژگی‌ها استفاده کنیم. پروفسور هنریک، شما مقولات بسیاری رو پیش میکشید که واقعا جالب و پیچیده هستند. من میخوام کمی این مباحث رو بشکافم. به نظرم شما در روایتتون از اینکه چگونه جوامع غربی نابهنجار شدند به نقش تعیین کننده مسیحیت و کلیسای مسیحی در اروپا به ویژه در قرون وسطا اشاره میکنید. و به نظر میرسه که محور بسیاری از روایت‌های شما اینه که کلیسا و مقررات اجتماعی سختی که این نهاد بر مردم اروپا تحمیل کرد، اساساً تفکر و رفتار اروپایی‌ها را دگرگون کرد. آیا شما مسیحیت در قرون وسطا را تا این اندازه تأثیرگذار می‌دونید؟ بله، به نظرم حتما نقشی مهم ایفا کرده. اما به این معنا نیست که فقط کلیسا نقش داشته. وقتی شما به نوع خانواده‌های نگاه کنید که در جوامع اون دوره بودند، خانواده‌های تک همسر، هسته‌ای که تا قرن 16 هم دست کم در بخش‌های از اروپا رو به افزایش بودند، در الگوی جهانی و تاریخی اگر موضوع رو از زاویه‌ای جهانی و تاریخی ببینیم، کم و بیش بی‌نظیرند. تاریخ پژوهان به این میگن الگوی ازدواج اروپایی. بعد این سوال مطرح میشه که چطور اروپا مدت‌ها پیش از شکوفایی اقتصادی ناشی از انقلاب صنعتی یا شروع فرایند جهانی شدن و دوره‌های نظیر اینها غیر عادی یا ویرد شد. شماری از تاریخ پژوهان و همینطور انسانشناس پرآوازه‌ای به نام جک گودی این موضوع رو به کلیسا مربوط می‌دونن و مشخصاً به کلیسایی که در قالب کلیسای کاتولیک شکل گرفت. بنابراین بحث بر سر مسیحیت به طور کلی نیست، بلکه بر سر مجموعه ای از تابوها و رهنمودها در خصوص ازدواج و خانواده است. برای مثال کلیسا چند همسری رو قدغن میکنه، ازدواج با خیشاوندان سببی رو قدغن میکنه. بدین ترتیب تا حدود قرن پنجم و ششم کلیسا ازدواج با خیشاوندان خونی درجه اول رو ممنوع میکنه. بعد تا قرن دهم و یازدهم کلیسا کلا ازدواج با خیشاوندان خونی درجه ششم رو هم ممنوع اعلام میکنه. بله، به نظرم شما این ایده دیگرگونی روابط فامیلی رو که کلیسای کاتولیک به اروپای قرون وسطا تحمیل کرد مورد سوال قرار میدید. شما از ما میخواییم باور کنیم که این تغییر مبنای دیگرگونی های عمده‌ای در اروپا شد، نه فقط در نهایت به تغییرات معنوی منجر شد، بلکه همه جنبه های زندگی هم از اقتصادی و اجتماعی رو تغییر داد. شما میخواهید بگید که اون دیگرگونی که به وسیله کلیسای کاتولیک صورت گرفت اروپا رو چنان تغییر داد که اون رو اساساً از هر جای دیگه‌ای در دنیا متفاوت کرد. Way that made Europe fundamentally different from everywhere else in the world. خب، نقطه اول اینه که این یه فرضیه بود، درسته؟ به همین دلیل ما دست به کار شدیم تا شواهدی کافی به دست بیاریم و کنار هم بذاریم. ما ساختارهای خانوادگی گوناگونی رو بررسی کردیم و اونا رو با شواهد روانشناختی موجود که مبتنی بر مطالعات روانشناسان بود و نظرسنجی‌های جهانی کنار هم قرار دادیم و حالا میتونیم پیوند محکمی رو میون این عوامل نشون بدیم. پیوند میون ساختار خانواده‌ها، ازدواج‌های فامیلی، حضور خاندان‌ها و طایفه‌ها، اینکه جامعه‌ای دارای چند زنی هست یا نه و طیف گسترده‌ای از پیامدهای روانشناختی. اگر اروپا از داده هامون کنار بذاریم، همین الگو رو در بقیه دنیا هم می‌بینیم. سوال اینه که چرا اروپا در مسائل خانواده اینقدر افراطی بوده؟ پس موضوعی که در کتاب مطرح میشه اینه که کلیسا عامل این کار بوده. ما می‌بینیم که زبان‌های اروپایی رفته رفته واژگانی رو که برای روابط خیشاوندی پیچیده داشتند از دست دادند و واژگانی برای پیوندهای خیشاوندی ساده که امروز هم در زبان‌های انگلیسی، اسپانیایی و غیره به کار می‌بریم در اونا پدید اومد. تنها نمونه مشابه این پدیده در یک چشمانداز قبایل اولی شکارچی هست. عامل مهم دیگه در اینجا اینه که هم تغییرات روانشناختی داشتیم و هم تغییرات اجتماعی که این خود به پدیدار شدن نهادهای تازه منجر میشه. بنابراین دگردیسی یا ترانسفورمیشن خانواده اروپا رو میکشونه به یک مسیر فرهنگی تکاملی دیگه که منجر میشه به ظهور پدیده‌هایی مانند دموکراسی که نماینده بنیاد هست. نهادهای اقتصادی رقابتی و همه چیزهایی که ما از اون به بعد دیدیم از قرون وسطای میانی
شروع شد. دقیقا نکته منم همینه. نظریه شما از اون دست نظریه های کلانه که با بیان موضوعی بسیار ساده، روشن و مشخص شروع میشن و بعد رفته رفته نشون میدن که چه نتایج بیشماری داشتن که هر وجهی از جامعه رو تحت تاثیر قرار داده و این برای من هیجان آوره. ولی به نظر میرسه که شما میگید ریشه پدیده های ژرفی مثل شکل‌گیری روابط غیر شخصی مبنی بر اعتماد که در بالندگی سرمایه‌داری و پیشرفت های اقتصادی که پس از قرون وسطا در اروپا دیدیم بسیار مهم بود رو میشه در همین تغییر جامعه از یه جامعه خویشاوندگرا به جامعه بیشتر فردگرا پیدا کرد. شما همچنین تلویحاً میگید که تفکر و تحلیل عقلانی پیوند عمیقی داره با دگرگونی سبک زندگی از مرحله خویشاوند محوری به مرحله فرد باوری و مواجهه فرد با جهان. به نظر من همه اینها بسیار جذابه. فقط میخوام بدونم که آیا شواهد واقعی کافی هست که این نظریه رو به چیزی بیش از یه مشغله جالب روشنفکران تبدیل کنه؟ بله، اول از همه نگاه کلی اینه که نهادها شیوه تفکر ما رو شکل میدن. بنابراین من در کتاب با نهادهای خویشاوند محور شروع کردم و این رو بررسی کردم که این نهادها چطور تقسیم شدن به اشخاص و هسته های خانواده. افراد رو وادار میکنه که از این فضا بیرون برن و ارتباط های تازه برقرار کنند. اینکه برای مثال به خلق و خوشون و نیاتشون توجه کنند. بعد به چگونگی شکلگیری نهادهای اختیاری، هم از دیرها یا صومعه ها و دانشگاه ها پرداختم. نهادهایی که این امکان رو فراهم می کردن که افراد از نهادی به نهادی دیگه جابجا بشن. این نهادها بر سر جذب افراد با هم رقابت می کردن و این منجر به تحول بعضی هنجارها و روش های انجام کارها شد. این مرحله است که شما به غریبه ها اعتماد می کنید و میل دارید که پیوندهای همیارانه با کسانی برقرار کنید که با آنها به یک شبکه فرهنگی وابسته نیستید. پس اولین دسته افرادی که به سراغشون میرین لزوماً کسانی نیستن که شما بهشون وابسته باشین. بنابراین برخلاف بسیاری از کتاب‌های بزرگ تاریخی، در این کتاب خروارها، شواهد و داده‌های روانشناختی بوده که من بر اساس اونا تحلیل‌های آماری انجام دادم و شواهدی رو بررسی کردم که به ارتباط پدیده‌هایی چون بازارهای غیر شخصی با عملکرد افراد در تجربه‌های ساده‌ای مثل معامله کردن می‌پردازه. پس این کتاب از خیلی جهات متفاوته. بله، ببخشید، شما پیشینه مطالعاتی خودتون در انسانشناسی رو پیوند زدید با جامعه شناسی، تاریخ، نوعی از زیست شناسی و همینطور ژنتیک. با استفاده از اینا نشون بدید که چرا غرب به ویژه اروپا اینقدر غیرعادی شده. اما میدونید در همه نظریه‌های بزرگ مقطعی وجود داره که نظریه پرداز باید برگرده و ضعف‌ها و کاستی‌های کار بلند پروازانش رو پیدا کنه. یکی از اشکالات اینه که حتی در خود غرب تفاوت‌های کلانی بین جوامع گوناگون هست. مثلا شما نمیتونید آمریکا رو با جوامع اسکاندیناوی مقایسه کنید و بگید که اینا یکی هستند. حتی در خود یک کشور، برای نمونه ایتالیا، شما نمیتونید بگید که پیشینه مردم شناختی و جامعه شناختی شمال ایتالیا با جنوب این کشور یکیه و فرقی نداره. پس با این تفاصیل آیا اصل کلی شما از اعتبار میفته؟ اینا نمونه‌های خیلی خوبیه چون بعضی از بهترین شواهد ما از همین‌ها گرفته شده. ما برای پاسخ این پرسش نقشه‌ای از پراکندگی کلیسای کاتولیک در سراسر اروپا ترسیم کردیم. بعد می‌تونیم روی نقشه مشخص کنیم که جمعیت ساکن در 440 منطقه گوناگون در اروپا هر یک تا یه چه مدت تحت نظارت کلیسای غربی بودند. بعد ساختارهای خویشاوندی رو می‌سنجیم. مثلا اینکه چه تعداد ازدواج‌های فامیلی در قرن 20 داشتند و بعد مشخصه‌های روانشناختی رو پیش‌بینی می‌کنیم. بنابراین از این بررسی‌های گوناگون اروپایی میتونیم به میزان فردگرایی، جمع‌گرایی، اعتماد به بیگانگان و منصف بودن با بیگانگان پی ببریم و میتونیم نشون بدیم که در یک کشور هر چه سال‌هایی که مردم تحت حاکمیت کلیسا بودن بیشتر بوده، اعتماد به بیگانگان و سطح فردگرایی بالاتر و همگان گرایی کمتر بوده است. کشور ایتالیا رو میشه با بررسی 93 استثناش جز به جز تحلیل کرد و راجع به ازدواج‌های فامیلی در اون اطلاعات به دست آورد و تغییرپذیری رو در چیزهایی مثل اهدای خون داوطلبانه و میزان اعتماد فراشخصی پیش بینی کرد. مثلا اینکه آیا تمایل دارین از چک استفاده کنین یا اینکه چقدر از دارایی نقد خودتون رو زیر تشک رختخوابتون میذارین یا در بانک ذخیره میکنین. در نتیجه اون نقشه برای توضیح تغییرات در کشورهای اروپایی بسیار عالی. بسیار خوب. پس به گفته شما میشه تغییرپذیری ها رو در دستبندی ویرد سنجید. اما بیایید بقیه کشورهای دنیا که در این دستبندی نیستن رو در نظر بگیریم.
داریم، کشورهایی مثل ژاپن، کره جنوبی که هر دو مدت هاست کشورهای موافق با نظام سرمایه‌داری و حکومت دموکراسی بودند. بر پایه تمایزی که شما بین کشورهای ویرد و غیر ویرد قائل هستید، این دو کشور نباید در وضعیتی باشند که اکنون هستند، درسته؟ دو عامل متفاوت دلیل این امره. اولین کاری که من در کتاب انجام میدم اینه که استانهای گوناگون چین رو بررسی میکنم و نشون میدم که میشه تغییرات روانشناختی در میان استانهای چین رو توضیح داد. البته منظورم همه مردم قوم هان چینه. کاری با گروههای قومی دیگه ندارم. و به جای اون که شما تغییرات رو ناشی از کلیسا بدونیم، چیزای مثل مناسب بودن شرایط اقلیمی برای کشت برنج باعث میشه تفاوت‌هایی در ساختارهای خویشاوندی در سراسر استانهای چین به وجود بیاد. بعد میشه این رو به روانشناسی پیوند داد. بدین ترتیب شما تغییرپذیری‌ها رو به جای اینکه از کلیسا بگیرین از منابع زیست بومی دریافت میکنین. ولی همچنان میتونین نظریه رو آزمایش کنین. ما همین کار رو در هند انجام میدیم و تغییرپذیری‌ها رو در نواحی مختلف هند بررسی میکنیم. اما در پاسخ به سوال شما که چرا کره جنوبی و ژاپن چنین هستن، باید بگم که یه چیزی که مردم بهش توجه ندارن اینی که از دهه 1880 به بعد ژاپن اولین کشور آسیایی بود که قوانین مدنی غربی رو وارد کرد. قوانینی که چند همسری و ازدواج فامیلی رو ممنوع میکنه و چیزهایی رو برقرار میکنه که ساختار خانواده‌ها رو تغییر میده. همین اتفاق در کره افتاد و چین هم بعد از انقلاب کمونیستی در دهه 1950 الگوهای خانوادگی سبک غربی رو به کشور وارد کرد. درسته، شما از شروع این مصاحبه تلویحاً اینطور گفتید که از نگاه جمعی جامعه دانشگاهی و فرهیختگان چیزی که در جوامع انسانی به هنجار و عادی تلقی میشه مخدوش شده، چون چیزی که مردم عادی و به هنجار میدونن غربیه و اونا خودشون رو بخشی از این جوامع عادی میدونن، در حالی که آثار شما حکایت از این داره که غرب بسیار غیر عادی و نابهنجاره و بیشتر انزوا طلبه. اگه نظر شما رو جدی فرض کنیم، آیا این به این معناست که شما مفهوم ارزش‌های جهانی رو باور ندارید؟ چیزهایی مثل اعلامیه ارزش‌های جهانی سازمان ملل متحد رو. فکر می‌کنم در سال 1948 بود که سازمان ملل اون چیزی که ارزش‌های جهانگستری تلقی می‌کرد که در همه جوامع انسانی کاربرد دارند اعلام کرد. به عقیده شما یا این گفته‌ها چیزی بیش از امپریالیسم فرهنگی غربی نیست؟ In your view, is that kind of talk nothing more than sort of Western cultural imperialism? من فکر میکنم که میشه هم عمیقاً این ارزش‌ها رو باور داشت و حفظ کرد و هم اذعان کرد که اونا فراورده های یک خط سیر فرهنگی به خصوص بودند. اونا حاصل یک شیوه تفکر راجع به جهان هستند که به افراد ویژگی های خاصی رو میبخشه و روابط رو نادیده میگیره. بنابراین وقتی میگین که مردم از یک حقوق انسانی بنیادین برخوردارن، در تخیلتون داشته های درونی رو در وجود آدم ها فرض میکنین که دست کم بر اساس دانش ما از فیزیولوژی وجود ندارد. بنابراین اینا چیزهایی هستند که ما تصور میکنیم در وجود افراد هست. شیوه بسیار خوبیه. اما این چیزی نیست که صرفاً برآمده از تعقل ما باشه، بلکه برآمده از یک نوع روانشناسی فرهنگیه. و این به ما کمک میکنه که بفهمیم چرا پذیرش این ارزش‌ها در جوامع دنیا یکسان نیست و متفاوته. So if we bring this debate up to date and we try to think of your حالا اگه ما این بحث رو بروز کنیم و سعی کنیم که ایده های پیچیده آکادمیک شما رو با عملکرد جهان در گذشته نزدیک منطبق کنیم، آیا شما خواهید گفت که برای مثال وقتی دولت آمریکا هم در افغانستان و هم در عراق راجع به کاربرد قدرت نظامی برای برقراری آزادی و دموکراسی صحبت میکرد، یعنی برای کشورهایی که پیشتر غرق در استبداد و اقتدارگرایی بودند، آیا خواهید گفت که این مفاهیم که در آمریکا رشد کرده و تحقق یافته به طور حتم در اون کشورها با شکست روبرو میشد؟ به این دلیل که اونا اساساً برداشت نادرستی از کارکرد جوامعی داشتن که این اهداف رو براشون در نظر گرفته بودن؟ بله، و به نظرم یکی از نظرات بالقوه کاربردی در کتاب اینه که نهادهای رسمی یک جامعه با هم سیر تکاملی هماهنگی دارند. بنابراین چیزی مثل قانون اساسی آمریکا یا نظام رویه قضایی در بریتانیا رو میشه صرفاً با جابجایی کتاب‌های قانون منتقل کرد. درست همونطور که میشه آیین‌نامه رانندگی در ایالت مریلند آمریکا رو به بغداد برد و این کاری بود که ارتش آمریکا انجام داد. و اون وقت روان و ذهنیت مردم اون منطقه باید با اینا هماهنگ باشه. و همین دلیلی که اغلب تلاش‌ها برای
برای انتقال و جابجایی نهادهای رسمی در جاهای دیگه با شکست روبرو میشه، چون اون سازگاری لازم با نهادهای رسمی که در جای دیگری تکامل پیدا کرده اند وجود نداره. آیا فکر نمی‌کنید به این صورت که شما سازوکار دنیای امروز رو ترسیم می‌کنید، یه نوع تکبر بیش از حد در نگاهتون دیده میشه؟ این خطر رو احساس نمی‌کنید؟ چون دارید تلویحاً میگید اون بخش‌های دنیایی که قطعاً جزئی از سرزمین‌های ویرد، عنوانی که شما ساختید، نیستند، در یک نوع زندگی بسیار خویشاوند محور سنتی فرو رفتن که در اون چند همسری و دیگر هنجارهای اجتماعی که ما کنار گذاشتیم هنوز به شدت رایجند. این نگرش بسیار زننده‌ای به دنیای غیر غربیه. این طور نیست؟ نه، به هیچ وجه. ببین، من یه انسانشناس فرهنگی هستم و از این نوع دگرگونی‌های جالب فرهنگی به وجد میام. یکی از چیزهایی که بر اون تاکید کردم اینه که چیزی که واقعاً باعث نوآوری در طول انقلاب صنعتی و سپس در آمریکا شد، استقبال از چندگونگی شناختی و فرهنگی بود. Cognitive and Cultural Diversity. اگه شما مهاجرت به آمریکا رو در نظر بگیرید، می‌بینید که محرک نوآوری در همه زمینه‌ها مهاجرت بوده و زمانی که آمریکا علیه نوآوری واکنش نشون داد، به گواهی مطالعات بسیار خوب در زمینه اقتصاد مشخص شد که ثبت اختراعات و نوآوری‌های جدید کم شد و خشکید. مهاجرها نه فقط تفکر و نگرش تازه‌ای رو با خود به ارمغان میارن، بلکه تفکر و نگرششون با آمریکایی‌هایی که در اون کشور به دنیا میان عجین میشه و باعث میشه هر دو پویاتر و خلاق‌تر بشن. ما گفتیم که چطور نهادهای غربی در سرزمین‌های دیگه‌ای مثل چین، کره و ژاپن هم اشاعه پیدا کردند و ترکیبات تازه‌ای از این نهادها را پدید آوردند. به این معناست که نهادهای موجود رو در اختیار گرفتن و اونا رو با ایده‌هایی از جوامع خودشون ترکیب کردن. به همین دلیل شکل‌های تازه و رقابت‌های تازه‌ای به وجود خواهد آمد. و این رو هم می‌دونیم که همه تمدن‌ها روزی فرو می‌پاشند. و شما فکر می‌کنید وقت اون شده که جوامع ویرد دیگه کمتر از پیش برای دیگران موعظه کنند و کمتر تصور کنند که راه و روش اونا برتر از راه و روش دیگرانه و در نتیجه شروع کنند به اینکه کمی بیشتر دیگران رو ببینند و بعضی از ارزش‌ها و رفتارهای رایج در اون سرزمین‌ها رو به کشور خودشون بیارن؟ بله، و این یکی از چیزهایی که در فصل پیش پایانی کتاب به اون پرداخته شده. اینکه ایده ها را از جوامع گوناگون بگیریم و به جامعه خود بیاریم، در واقع باعث تسریع زیاد رشد اقتصادی در کشورهای غربی و همینطور کشورهای دیگه شده. آیا ما در یک نقطه عطف قرار داریم؟ شما توضیح دادید که چطور جوامع انسانی در طول صدها سال تکامل پیدا کردند و اینکه دین و کلیسای کاتولیک و عوامل دیگه چه نقشی در این مسیر داشتند. حالا سوال اینه که آیا ما شاهد یک نقطه عطفیم به این معنی که دیگه هیچ کدوم از این عوامل چندان محلی از اعراب نخواهند داشت، چون فناوری دیجیتالی جهانی داره راه و رسم کارکرد جوامع رو تغییر میده و مردم به اطلاعات دسترسی دارن و زندگیشون رو جوری پیش میبرند که بسیاری از این ویژگی‌ها که بیشتر محلی، شخصی یا خویشاوند محور هستند، رنگ می‌بازند و از میان میرن. همه ما، چه اونها که در غرب هستیم و چه اونها که نیستیم، می‌بینیم که زندگیمون دستخوش انقلاب میشه. اینطور نیست؟ بله، قطعا همینطوره که تغییرات فناوری ماهیت سازمان‌ها رو به کلی دگرگون خواهد کرد. اما فکر نمی‌کنم بتونیم بفهمیم که این تغییرات به چه مسیری خواهد رفت. دین می‌تونه توان دوباره‌ای پیدا کنه. خانواده‌ها توان دوباره‌ای پیدا می‌کنن. در روانشناسی ما قوم و خویش‌پرستی یا تبارگماری نیروی همیشه حاضره. بنابراین از یه چیز می‌تونیم مطمئن باشیم، آینده مثل گذشته نخواهد بود. این موضوع شما رو سرشار از امید می‌کنه یا ترس؟ من در این مورد بی‌طرف هستم. هر دو حالت رو محتمل می‌دونم. و مشخصا یه نکته پایانی که میخوام بدونم راجع به آمریکاست. شما گفتید دونالد ترامپ از بعضی جهات یه رهبر بسیار غیر نابهنجار محسوب میشه و برای مردم جذابه، نه به دلایل عقلانی و منطقی، بلکه عمدتاً از روی به عنوان مثال انزجار از نخبگان و کارشناسان و کسانی که به مردم میگن چطور فکر کنند. آیا فکر میکنید که آمریکا داره از این سنت به گفته شما ویرد فاصله میگیره؟
بله و سال خوبی که بدونیم چرا اینطوره. همکار اقتصاددان من بنجامین آنکه مقاله تازه‌ای نوشته و داده‌هایی رو در مورد روانشناسی اخلاقی همه نواحی آمریکا به دست آورده و شما میتونید بر اساس اون داده‌ها مردم رو دسته‌بندی کنید و ببینید که در چه ابعادی و کجا مردم تفکری بیشتر جهان روایانه دارند و در قبال چیزهایی مثل آزار دیگران و منصف بودن با دیگران حساس هستند. و یا در سوی دیگر طیف ببینید که برای چه کسانی مفاهیم وفاداری، خدا و یک شالوده اخلاقی گسترده تر اهمیت داره. آنکه پی برد که رأی داده شده به ترامپ در سال 2016 رو میشد بر مبنای اون طیف برآمده از وفاداری و از جانب قشر کوته‌بینی که در انتهای دیگه طیف در مقابل جهان روایان بودن دونست و پیش بینی کرد. و حتی اگه شما تأثیر آرای رامنی یا مککین یا جمهوری خواهان دیگر رو حذف کنین، بازم فرقی نمی‌کنه. پس شما فقط اون مقدار رأی اضافی رو که به ترامپ داده شد در نظر می‌گیرین و این عمدتاً بر اساس تفاوت‌های اخلاقی مردم پیش بینی میشه. حالا این سوال پیش میاد که چرا بخش‌های گوناگون آمریکا دارن جوری توسعه پیدا می‌کنن که شخصیت‌های اخلاقی متفاوتی دارن؟ فکر نمی‌کنم در این جهت‌گیری‌ها هیچ رهبری وجود داشته باشه. اما ضربه‌ها و تکان‌های اقتصادی یا شاید آب و هوایی ممکنه تاثیرگذار باشه. من در کتابم گفتم که چطور ضربه ها و تکان های آب و هوایی وقتی شدید و پیاپی باشند و روان مردم تاثیر میذارند. بنابراین ممکنه مجموعه ای از عوامل باعث بشه چنین تفاوت ها و گسست هایی پدید بیاد. بله، وقتی این مسائل رو بیشتر بشکافید چیزهای بسیار بیشتری هست که باید به اونا پرداخت و من مطمئنم که شما این کار رو خواهید کرد. جوزف هنریچ، حضور شما در برنامه باعث خوشحالی ما بود. بسیار سپاسگزارم. منم خوشحال شدم. سپاسگزارم.